گپ اوبچه را گپ نام اوبچه را من نمیگیرم مگم بسیار گپ های عمیق زده بود. شما خود طلایه‌داران تبار هستین، چطور دو میزنین؟ کار خراب کردین. که یا لط میکردن گفتم برتان قوم گفته دشنام نتین، امروز مشخص شد که او بچه او کار نکرده بود. دیدین قوم گفته هیچ انسان توهین و تحقیر نباید کنین. ثانیاً امشب در حضورتان، امشب در حضور شما بزرگان، امشب در حضور شما مردان خدا و امشب در حضور شما عزیزان و گرامیان در مورد یک حادثه بسیار وحشتناکی که در تیک تاک به وقوع پیوسته می خواهم اندک صحبت بکنم که با تأسف و درد یک ویدیوی به دستمان رسیده که در این ویدیو با شنیدنش موه بر تن انسان راست میشه و این ویدیو ویدیوی تکان دهنده است که با دیدنش ما وقتی این ویدیو را دیدم هیچ نوع انتظار چنین برخورد میان این بزرگواران را نداشتم. وقتی این ویدیو را متماشا کردم موه بر تن ما راست می شود که بزرگان و عزیزان قوم تاجیکمان کنار هم جمع شدن، خاندان گفتم دیگر خدا نعوذ بالله دشنام و توهین و تحقیر میتن، که از او جمله جناب آقای یاور صاحب، جناب بانوی دلها شبانه جان میریار و جناب آقای غرور هندوکش با هم درگیر شدند در برنامه احمد بلخی. ما اول می خواهیم دقایق کوتاه در مورد بانوی ارجمند شبانه جان میریار، شما دختر بانوی ماندگار کشور، پرستوه نستو هستید. وقتی من میگم پرستوه نستو به این معنا که اونها نستوهوار و خستگی ناپذیروار و قلم بدستوار همیشه در سیطره و گستره هنر موسیقی وطنمان درخشیدند و شاد روان انوشیاد زنده یاد. او بچه امی چهار تا منحرف، او بچه مک خورد بودم در مکتب، تمام مکتب صنف اول 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 تا 12 در مکتب مرا میگفتن نستو پرستو، فکرت باشه نستو پرستو صدا میکدن مرا در مکتب. ای جمله که فعلا من دارم یاد آور میشم ای در سن 41-2 سالگی میسته که میگم بانو پرستوه نستو، مجاهد نستو، مبارز نستو، یعنی به معنای این که یک مبارز خستگی ناپذیر. وقتی من میگم پرستوه نستو یک پرستوی خستگی ناپذیر. حالا بانین که بیایم سر اصل موضوع، منحرف نشین لطفاً. بانو میریار، شما یک تن از بانوان عزیز وطن و یک تن از امتباران گرامی وطن ما به شمار می روید. تا جایی که بنده اطلاع دارم شما از دودمان هنر پرورده افغانستان که نام خدا پدر و مادرتان در گستره و سیطره هنر موسیقی پاک دامنانه و صلح شور مردانه و عیارگونه در طی دهه ها فعالیت هنریشان مالک و بنیادگذار ماندگارترین آهنگ ها از ادبیات بزرگ پارسی هستند.
شما که از یک دودمان سربلند هنر موسیقی وطن قد برافراشته اید و یک کوه سترگ هنر موسیقی خانم پرستوه نستوه سربلند عزیز در کنارتان حضور دارند و افتخار این را دارید که دختر خانم پرستو هستین و افتخار این را دارین که خانم پرستوی بزرگوار هنوزم حیات هستند و از او معدن بزرگ هنر، فضیلت و شهامت و ایثار میتونین استفاده بکنین. خانم شبانه، شما یک تن از بانوان وطن هستین که در گستره فعالیت های همجانبه خودتان در برنامه هایتان ایثارگری برای تبارتان انجام داده اید، اما و اما مشکلات عدیده از سوی دی ایجاد شده و با آدرستان تاخت و تاز صورت گرفته. تا جایی که در جریان هستیم، امو بچه به نام غرور اندوکش هم بچه بی سواد نیست. امو بچه را من هم همیشه صحبت ها و ای که مربوط کدام جریان میشیش و من غرض نیست، امو بچه از نگاه صحبت کردن و گب زدن و یگان دکلمه کردن ها که به صدای خودش دکلمه میکنه، واقعا بسیار عالی دکلمه میکنه امی بچه، امی غرور اندوکش. واقعا این بچه استعداد بسیار خارق العاده در دکلمه شعر داره. من امی جا برای دوستای ارجمند میگم، یعنی یگان آدمی را که من احساس میکنم در دکلمه بسیار قوی تر و عالی تر و خیلی همه جانبه دکلمه میکنه و با یک صدای گیرا و صدای بسیار عالی، همین غرور اندوکش است. پس وقتی یک انسان در ماهیت دکلمه شعر میرسه، سوادش بالاست. پس وقتی یک انسان در ماهیت خانش شعر میرسه، سوادش بالاست. پس یک آدمی که شعر میفهمه چیز، سوادش بالاست. در اون ویدیویی که به دسترس ما رسیده، متاسفانه از آدرس عرصه بزرگوارتان جملات ناشایست به آدرس همدیگرتان پرداخته شده که بابت این مسئله تمام ما دلمان شکسته شده و انتظاراتی که از شمایان داشتیم به صفر تقرب کرده. جناب آقای یاور، دوست صمیمی دوره افغانستانم، شما که در زمان فعالیت هایتان در ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان به صفت یک تن از نظامیان وطن در راستای پیشرفت وطن و فداکاری به پرچم سیرنگ وطن و بر ایستادگی بر راستای افغانیت و ایستاده شدن بر ارزش‌های افغانیت و ایستاده شدن بر ارزش‌های پرچم سیرنگ افغانیت عمر پربارتان را سپری نموده اید، قابل افتخار ملت مسلمان ما هستین. اما زمانی که شما در یک لایف عرصه‌تان به جان هم می دراین، جملات وحشیانه از زبان عده‌ای از شما شنیده می شود، برای تمامی ملت همیشه در صحنه و سنگر وطن و دیقانان و کارگران همیشه در صحنه و انقلابیون سرخ افغانستان تلقی می گردد.
از آنجا که خودتان از جریانات شکنند اوضاع سیاسی افغانستان به ویژه اوضاع نامتناوب و ملتهب تیک تاک افغانستان آگاه هستید، مسرت بخش خواهد بود برای ما که با هم دیگرتان درگیر نشده و فحش‌های خاندانی به آدرس هم دیگرتان بیان نکنید. آره هموطنان بزرگوار و عزیز تلویزیون، در این قسمت برنامه توجهتان را معطوف می‌داریم به صحبت‌های شمار از اشتراک کنندگان برنامه که از انقلابیون سرخ و از دهقانان و کارگران سربکف و مبارزین ضد ارتجاع تشریف دارند. میشب بسیار ضعیف میامد و مرا ببخشین که من نتونستم که شما را تداوم بتم یا ادامه بتم که چی است و شبناک چی میشد. چرا بچه همون شن خود ما رو باز خندین. فرد جان نشته کرده که ما خواهان سال بین غرور اندوکش و بانو میریار هستیم. من دیگه شنه میفهمم بزرگوار، امی دوستایی که شما در امی تیک تاک ها همیشه مرا دیدین، نه من ادعایم ایست که من به ادعا ترین آدم هستم. هیچ در مورد این که من کی بودم کی هستم، به قول حافظ ارجمند که عیان نشد که چرا آمدم کجا رفتم، دریغ و درد که غافل ز کار خویشتنم، اینمت بوده. ادعایی نداره. وقت شما با ادعاها، با تلایداری تبارها، با مبارزه برای تبارها بیرون می آیید، حداقل توهینتان را بند کنید. ویدیوی یک تن از ازلای تیک تاکیت هم دیدم امروز که گفته بود که شما که فرهنگی ها هستین، تو شما ای کار می کنین و کار می کنین، شما هم ویدیو را یک بار برین ببینین. ویدیوی یکی از بچه های ارجمند پشتون من که هیچ کدام تانه دو توهین و تحقیر نکرده بود در ویدیو، من دیدم کلن ویدیو را، نه دو تان زده نه توهین تان کده، اما یک ششفت کلمه گپی بسیارم تو گرنگ گرنگ زده که من همو گپایش قبول دارم، گپای و بچه را من قبول دارم، حال نام شما نمیگیرم به خاطر از یک باز میگن که نه بیادر گلی تو تو گپی و بچه را، گپی نام و بچه را من نمیگیرم، مگم بسیار گپای عمیق زده بود. شما خود طلایه‌داران تبار هستین، چطور دو میزنین؟ کار خراب کردین. خب میگذاریم از اینا. جناب خرمی صاحب عزیز تشریفشان کشال از همی لحظه، اگه ویدیو بزنن چقدر عالی خواهد شد. به 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 سلام 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 نادری صاحب عزیز، مرد بزرگ، چه حال داری؟ صحت خوب است؟ بخیر هستید؟ خانواده از بزرگوارا اول دارن خوب هستن؟ قربانتان شام. تشکر جناب آقای جسور صاحب عزیز. چی گپ هست طرفای خودت؟ انشالله خیریتی است؟ به زور خدا، فضل خدا، نارام بارم. چی گپ هست دیگه؟ خوب هستین؟ شکر فضل خداوند. خودت خوب هستی؟ آرام هستی؟ انشالله خداوند کمتان نکنه جسور صاحب بزرگوار. دیگه من خوب باشیم در تیک تاک که چی بکنیم خنده این گروزم پیسی مایی بونو تو باشه اگر عدا اترام. نه من هدف میست سلک و بزرگوار، من هدف میست که جسور عزیز، من ادعای طلایه‌داری تبار ندارم. ما همیشه گفتیم من یک فرد هستم، از افغانستان هستم، به من هیچ تبار مهم نیست و تمام تبارها بر مرزش دارم. خود منصوب به یک تبار خاصی نمیدانم. به زبانهای ملی من صحبت کردم و هیچ وقت نیامدیم که بگویم من به خاطر
رشد زبان خود، به خاطر رشد ملیت خود، به خاطر رشد فلانی خود به کارم. من آمدیم همینجا که میگم یک چهار دقیقه که یک برنامه میگیریم، یک دو تا دوست بیا یک دو دقیقه سک کنیم بریم، بیا آن که جدی بگیریم این چیزا را. اما وقتی جناب جسور شما یکی از آدمایی هستین که طلایه‌داری یک تباره در تیک تاک به اوده میگیرین، یا آقای اکس که طلایه داری یک تباره به اوده میگیره، یا آقای وای طلایه داری یک موضوع در تیک تاک به اوده میگیره، و بعد اینها با هم دیگر درگیر میشوند و وحشتناکترین جملات وحشتناک تمام میشه. جسور صاحب، من تنها خواستم که برای او بزرگوارا بگویم که این کار درستی صورت نگرفته، و خصوصا جملاتی که نعوذ بالله که آدم میشنوه بس فضل و مرحمت خداوند که گپ عشق و عاشقی و چیزا بالا میشه، یه پا خوب نیست. جسور صاحب، ما و شما کل ما جناب نادری صاحب بزرگوار با ما هم روان کردن یک نیم ساعت پیش، من ویدیو در دسترس آمد. واقعا خیلی خسته شدم، خستگی من به حد زیاد بود. اولا خب صاحب برنامه یا مدیر برنامه باید لایف قطع میکرد، نمیمان که گپ به اونجا کشانده میشه، که دوست خوبی من هم هستن و بانو میریا را که من میشه برش خوار خطاب میکنم، آقای اندوکوش هم که شما پیشتر در وصفش گفتین. خلاصه ای کوتاه که مشایرهای بزرگوار ما و شما میگه، عرض ما و من چی داری جز بروی یم زدن، موج این دریا شکست شیشه یک دیگرن. باز در جای خوب یادم میاد، شش مکتب بودم، مکمل شعر یادم نیست، یک قسمت جنجال از شعر از مولانا صاحب است، جنجال عرب و عجم از سر انگور، او انم میگه او انگور، یک قسمت من انب خواهم نه انگور دقا. بله، در یک قسمتش میگه اگر دو جانب جاهلانن، زنجیر باشد بکسلان. جسور صاحب، من شما گفتین که امون افرم و لایو خدا باید قطع میکرد، او نفری لایف بگیر مقصر نیست. نه قانونا پیش مقصر نیست. وقت طرف های اشتراک کننده در یک لایف با هم درگیر میشن، لایف بگیر مقصر نیست و مجبوره. او حق داره برنامه خود داشته باشه. و این طرف ها بسیار گپای وحشیانه زدن. به اون زمین هم شاید بمیشه تردیشانه باید در دوستیشانه پایی بینداختن. همیگه بیشت عاشقی باید تموجا گفتن نمیشده. همیگه پا بسیار ولی جسور صاحب، باور به خدا کنین که همی خود من همی مسئله عشق عاشقی باور به قرآن که جسور صاحب که همی هیچ خوب گپ نیست ولی همیگه پا دقیقا هم کار خوبی نشد، خسته کنست. به هر صورت نادر صاحب، خواستم که اگه اول تبی گرم و یادای احترام بکنم، در زم کوتا از بزرگ مرد تاریخ عصر خودم یک چیزی میگم. با گلوی اما اندوی جهان، واه. با گلوی اما اندوی جهان، باد می آید و من دست در دامان این باد پریشان زدم، دست در دامن این باد پریشان زدم. باد هی بادی عزیز، بوی گندم ز کجا آوردی؟ قصه خانه ما قصه نان است انوز. باد از واهمه دشت سخن میگوید، دشت ها خانه گرگان بخون خفته تاریخند، بخون تشنه تاریخند، و همه قافله لاله و اندیشه سبز، و همه چلچله هایی که زمان زبهاران خبر آوردن، همه آواره و سرگردان، همه در چای پریشانی خود می پوسن. وای. و پراگندگی بانگ جرس با گلوی همه اندوی جهان می خوند. قامت فاجعه بسیار جوان است هنوز، قامت فاجعه بسیار جوان است هنوز. یک جان کتاب جناب جسور صاحب بزرگ و عزیز، خداوند شما را سربلند و سرفراز داشته باشه، همیشه خوش و سرحال و سربلند باشید. دوستا دیگه موضوع تمام شد، فعلا وقت عزیز که ما یک تا از دوستان و بزرگان متنفذین اقوام و موسفیدان و ریشسفیدان اقوام با هم برادر کشور افغانستان و عزیزان و گرامیان همیشه در صحنه و سنگر وطن،
کارگران و دهقانان انقلابی سرخ را یک به یک بالا آورده از آنان با تصویر لحظات صحبت بکنیم. تصویرشان اگر باشه بسیار خوش هستیم، به خاطر از این که با تصویر بودن بسیار عالی تر از بی تصویر بودن است. هرگز برابر نیستند آنانی که در تیک تاک تصویر دارند با آنانی که در تیک تاک تصویر ندارند. سلام علیکم برادر، ما خود تصویر خود منده ایستیم دیگه، امشالا تصویر گپ میزنن از تو سایب سنگ. نه تو خبر رو کمره چالان کم مشرخ تو خو اغا ولا کرمه نکیگی پیره پلوار میکم ده پلوار خواه لکم ایوات نه اریکنی ولیدی ورور مونگ خو ورور ترکیه کی ولا خیره خواه تو کم پلان ملان لری چی دل تراشی کنه اوز خو وضعیت پا آلمان که دیر خرابه ده افغانی کدوال و لپاره وضعیت زداست یو خر راتلون که نوینم افغانان و لپاره دلتا چی مونگ دیر گلان تا او دیر گلان کردلی دی دلتا پیرا سو راز باد لخیر مونگا شاید یو چو دغا غد پشتونستان لخیر جوریگو طول بزو لخیر پشتونستان تا ورو را تاجک لخیر تاجکستان تا ازبک ازبکستان تا او ازاره انشالله به گورستان تا بلیگو الله و سمد الله و اکبر الله استغفر الله لا الا الله محمد رسول الله استغفر الله لا الا الله محمد رسول الله استغفر الله لا الا الله محمد رسول الله. بسیار یک انسان بی پرنسیب، بسیار یک انسان وحشتناک، بسیار یک انسان بی تربیت، بسیار یک انسان بی کنترول، بسیار یک انسان سستنصر، بسیار یک انسان بی ثبات، بسیار یک انسان وحشتناک تشریف داشتن. با عرض معذرت دوستان عزیز، بسیار یک انسان وحشتناک تشریف داشتن. پشتون؟ نه یکی از امون بچه های چیز هست، ترجمان تاجک هست، ما کار نداریم، اما این کارهای خوب نیست. ما تمام ملی کار بالا بیا به پرنسی بالا بیا بگید قطانی داگ از دامیدان ویپنس فریز. او بچه با زبان خود گفت نمیزنی کی گفت پارا بزنی با سرارا پرید ولا پرید به خدا و قرآن بالا بیا. کاش می بود چوب در کونش میزدیم به خدا و قرآن پرید نفر. نسیم ناتان بالا بیا نسیم ناتان. ناتان بیا که کل بدبختی هست. ای کی بود به نظرتی؟ ای همی ماتم ملیست ها که همی بچه ها مشناسه شده بسار خوب مشکلت میزد. نه لحجه داشتی که خوب یاد گرفته بود، اما گپای تعصب یاد گرفته بود که برای یک جای همی گم جرمالات بگوی پس پایین جواتیز باش شیر کنیم برش شیر کنیم کیره خیره ندارم چی رقم شیر کنیم میره گریخت والا با آمدن خودت بازی تو سیستماتیک گفتی نیا اینجا نیا اونجا نوا اونجا با خدا میذارم بعد بعد گورستان میذارم نه والا کار خراب کرد به خدا بسیار اشتباه ورزید نه گریخت او دیگه گول خود زد گریخت او دگیر نمیای ولی بر یک مدتی رفت دیگه خب باش نه آقای شیر تماس گرفتن سلام علیکم نادری سیب سنگ خیلی جوڑی پا خیره قربان دشم شیر ورور تاس سنگه هسته ورز خطیری گین شلا شویب جان شایر ما زمادی نوم سر بشنای شایر ما ده پشتو دیر سندرغالی زمان شیر نویلی دی خواه شویب جان شایر تاسوی هسته دیر خواه او ما دیر
ډیر شعرونه د ساسو ما لوستلې دي کانسرتونه کې ټول شاعري زما په پښتو شاعري څنګه جوړ خوې قربان شم. تاسو نشئ کولای چې خپل کمره آن کې چې دوستانو د ستاسو د منور انزور سره لږ آشنا شي؟ فقط شي په اسلام آباد کې ایسا نیولې وم ډېرې ټکولې ما خو خیر اوس ځان کار را رسولی دی. خدا اوس تاسو په اسلام آباد کې اوسیږي؟ نه نه اوس کاناډا کې اوسیږم. هلته زه ایسا دا ډېر ښه شي اوسته کاناډا کې له کوز وطن نه څه نوي خبرونه په لاس کې نشته؟ ولا چې خبرونه خو نشته ده خو زه تا یو سخسر علاقه مند یم. نو زنګ ووهه چې ما دغه د واټساپ لمبر دې ما ته راکې انشاءالله. اوس تاسو ته فالو نیسم شاعر صاحب، بیا دا لایف چې ختم شي بیا زه خپل واټساپ نمبر تاسو ته لیږم انشاءالله. یعنی ودې پېژندلم؟ او بالکل بالکل، بیا زه په واټساپ کې تاسو سره غږېږم. صحیح ده، ما سچ دا ډېر زما ته په تلاش کوو چې ستا نمبر زه پیدا کړم. اوس انشاءالله انشاءالله زه پخپله داسې یو کار وکړئ چې تاسو شاعر صاحب تاسو پخپله اوس زه ما تاسو ته فالو نیولی دي ښه چې یو لنډه پیغام ما ته ولیکئ چې زما نه ایر نشي، بیا زه پخپله د ستاسو که داسې یو کار وشي چې تاسو خپل واتساپ نمبر ما ته ولیږئ زه بیا تاسو ته تلیفون کوم. نو زه څنګه ولیږم؟ ځکه په صفحه ولیږم دا لمبر خو شیر کېږي بیا کنه په ټیک ټاک په صفحه کې؟ نه زما صفحې ته راځئ بیا مسج کې ولیږه، ډایرکټ مسج کې ورته ولیږه محترمه. او مسج ولیکئ په دواړو سترګو. په دواړو سترګو باندې شم شایب صاحب، خدای تاسو ته تلواری او سوکالی ورکی. دیره دیره منه نمشته دوستای عزیز، آقای شوهیب جان شاعر مثل شگیوال پرهیز، بسیار جوانان ارجمند آوازخانان امروزین پشتو زبانمان شعرهایشان خواندن دیگه، اینا بسیار چی است. باشد که مقامت خراسانی میگه موضوع عاجل است. درود بر دوستان، درود بر خود. آقای نصر نادر چکو بالا آوردی کوتا. من خواستم این مسئله یادآوری کنم که به نام ملی اتل آمده بود در لست ما است، بچه خوبی است به نام دانیال خراسانی است. همین کارش به خاطر این کارش کار خوب نیست، به صفت یک تاجک بچه شمالی هم است و بر ما برخور بالا آمدم که دانیال بچه وطن هیچ وقت ما اجازه نمیدیم که از این لایو استفاده شود. باید واقعا هر کس هر چی میگه از آدرس خود بیا، اکانت خود بیا و عکس پروفایلش عکس غرور نکش است. غرور نکش همون بچه است که درگیر شده پیش یاد کردی، او بچه است. عکس پروفایلش از غرور نکش است. دانیال بچه خوبه، من تا من ناراحت شدم که با قوم شریف محترم ازار توهین کرد به می خاطر بالا. باور کن که اگه این گپ ای بچه زده باشه که این توهین بزرگ تاریخی را دانیال اگر توستی طور انسان وحشی من در زندگی ندیدم، تو چی توی جمله را تو توهین به او بشه، تو به بزرگترین قوم افغانستان تو توهین میکنی، تو بی پرنسیپ دیگه. ای که امیر بلاک کنی نموره آقای نصر نادری، من بخاطر یک تجربه درد دارم. چند روز پیش یک دوست رفیق ما هسته یا وطن یا کفه، من خبر نیه که وقتش کپی شده مرا دو زده پایین شمالی و تاجک دو زد، من کرو دو زده پسان خبر شده که یا وطن تقلبی بوده. یک بچه به نام ریشکی، من نام سنگ سنگ میگه ریشکی، او درست کرده بوده. من یا وطن یا کفرن دو زدم، او مرا دو زد، پسان خبر شده که یا وطن یا کفرن نیسته. پس هم خودمان پشیمان شدیم که به نام یک بچه به نام نفهم امت اکی اگر شکیست او درست کرده بوده. نه امو مردم ها رو در لایف های ما برادر گلیت نه نامی بگیریم نه دیگه، ما قطعی هیچ جنایی در تیک تاک درگیر نیستیم. آه فقط امیر یاد کردم که دوستا عزیز این مسئله ما جلوگیری میکنیم. ما اکاند خود ماست، نام هر گپ بزنیم مستقیم میگیم، گپ های ما رو مسئول پذیر هستیم و هر کسی که بیام باید افشا شود. اکاندش کاست جلی بود به نام دانا خراسانی است، پروفایلش که از بچه به نام غرور دکش است. به خاطر یک تجربه تلخ بود من خودم چند بهش توهین شدم، اما ده کس برآمد. دانیال خراسانی تو یک خر بی پرنسیپ هستی، تو یک خر بیدم هستی. اگر 1400 سال پیش که نیاکانت به جای از اینکه مسلمان میشد شاخهای خود میبریدن، امروز تو انسان بودی بی پرنسیپ. تو قطعی حرکتی وحشتناک، تو با این جمله تعصب برانگیزانید که مو بر تن انسان راست میشه گفتگید. آقای نادری وقت خوش، من پایم میدم صرف خاطر این بالام. جهان سپاس، خداوند زنده داشته باشیتون. مقامات زیر دست ها؟ کدوم مقامات هست؟ میدیگه باشین کمی پرچمدار عزیز اگه بالا میای بیا که بسار گپامون دوشه. او
آقا پرچمدار را بیار که خیلی آدم وحشتناک آمد توهین هم کرد یادم احمق پر نه این خطو باز تو تو آه بو ببخش نمی جمله آخر خود پس میگیرم پرچمدار بالا بیا بیادر پرچمدار بالا بیا بیادر که امینجا یک دو دقیقه یک مسئله است امیر حل کنیم باز برو بخیر باش که میای نمیای اگر ریکویست داده باشه خو میای نه نداد ریکویست ریکویست نداد ریکویست نداد نه باش خیلی من یکان دوست تصویر داره یا بی تصویر هم باشه مشکل نیست بیاده نی بیارشان بی تصویر با تصویر گپ نیست آخر هفته هست آخر هفته نیست شروع هفته سو برادر نه یا نه تا بال دوازده نشده خو خب میر السلام علیکم قربان تان شما چی حال دارم برادر عزیز زنده باشین از کدام کشور به تماس هستین؟ من از کانادا خو خو خو